شبکه زنان افغان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا به قدر کافی کارت‌های رای‌دهی را برای دور دوم انتخابات به چاپ برسانند و بکوشند تا از تقلب جلوگیری صورت گیرد و همچنین به زنان فرصت حضور گسترده‌تر و نظارت بر روند انتخابات داده شود. تحلیل بیشتر تقاضاهای این شبکه موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است. خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه را از استودیوی کابل با خود داریم. خانم کوفی سلام بر شما، ممنون و تشکر از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتید. در حالی که حضور زنها در دور اول انتخابات باعث شگفت زدگی تعداد زیاد شده، شما اهمیت حضور زنها را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا چه حد سازنده ارزیابی میکنید؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که حضور زنان مثل حضور مردان در دور دوم انتخابات مشروعیت میبخشه به اول به پروسه انتخابات، دوم به حکومتی که در نتیجه انتخابات به وجود میاد و سوم محقق می سازه و تحقق می بخشه خواست زنان افغانستان را. وقت ما ادعا داریم که مثلا زنان از خشونت، از دسترسی به منابع اقتصادی یا منوع مشکلات رنج میبرن، اینمی یک فرصت است، یک وقت است، یک چانس است که زنان افغانستان با رفتن کنار صندوق‌های رای مسئولیت خواست‌های خود را به گردن زعیم آینده خود بندازن. یک مسئله اشتراک زنان است که به اصطلاح غیر از اینکه مشروعیت میبخشه مسئولیت بیشتر را به شانه های حکومت آینده میندازه. مسئله دوم مسئله نظارت زنان از روند انتخابات است، مخصوصا تامین امنیت محلات رایدهی توسط زنان پلیس. بله، خب در بخش ناظرین انتخابات کمیسیون خواهان حضور بیشتر ناظرین خانم در این انتخابات در دور دوم شده. به نظر شما چرا وجود ناظرین بیشتر زن در این روند به اون نیاز وجود داره؟ من فکر میکنم هم در بخش ناظرین و هم در بخش مسئولین امنیتی همونطور که قبلا گفتم نیاز به استخدام زنان بیشتر است، به دلیل از اینکه شما میدانید به دلایل فرهنگی اکثرا اجازه داده نمیشه که یک مسئول امنیتی مرد مثلا تامین امنیت کنه یا تلاشی کنه زنانی که به محلات رایدهی میرن بر رای دادن. بنان ما خواسته که از طرف کمیسیون خود هم در گذشته ها داشتیم، از وزارت امور داخله همی بود که تعداد مسئولین امنیتی را زنان را استخدام کنن و بر ما وزارت داخله گفتن که در حدود 7000 کارمند زن را به حیث مسئولین تلاشی یا به اصطلاح کسانی که تامین امنیت میکنن استخدام کردن. ما به این شکل توقع داریم که به نهادهای فعال مدنی و مخصوصا نهادهایی که بی‌طرفی خود میتونن حفظ کنن کارتای ناظرین داده شود تا اینا از روند نظارت در جاهایی که میتونن نظارت کنن که تضمین کنه شفافیت انتخابات را و جلوگیری کنه از رأی که به نیابت زنا استعمال میشه. در بعضی جاها شما میدونید در روز انتخابات به عوض زنا رأی استعمال میشه. بله، در دور اول انتخابات ما شاهد از این بودیم که برخی از کاندیدا با خانم‌های خود در مراکز رای‌دهی حضور یافتند، ولی ما بانوی اول افغانستان در حال رای دادن ندیدیم. به نظر شما روحیه سازی در میان زن‌ها تا چقدر میتونه نقش موثر با آوردن از اون‌ها را در کنار صندوق‌های رای ایفا کنه؟ بسیار مهم است. بسیار مهم است که رهبران ما مخصوصا دو کاندید محترمی که به دور دو رفتن، اینا دموکراسی را برای همسایه های خود نخواین، بلکه دموکراسی را و حضور زنان را از خانواده خود آغاز کنند. اینا زنان خانم ها یا حداقل خانم هایی که در خانه دارن کنار خود بیارن، فعالین سیاسی و اجتماعی شوند، الگو شوند برای سایر زنان افغانستان. من فکر میکنم در افغانستان ما در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر به الگو سازی ضرورت داریم، به الگوهای موفق ضرورت داریم تا تشویق کنن و منبع باشن برای تشویق زنان دیگر. اگر کاندیدای محترم بتونن خانمای خود به حیث الگو بیارن، یقینا آرامش روانی میتونه برای زنان افغانستان ایجاد کنه که بالاخره یک منبعی است که از جنس از اونا میتونه نمایندگی کنه در ساختار قدرت. خب آقای کرزی در خطابه خود در دور اول خانما را تشویق کرد و بیان داشت که دور دوم ریاست جمهوری را با رأی زنان برنده شده. شما تاثیرگذاری رأی زنان را در دور دوم انتخابات چطور ارزیابی میکنید؟ زنان در سال اول انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 تقریبا 40% مشروعیت حکومت رئیس جمهور کرزی از رای زنان بود. به این شکل حضورشان در سال 2009 در انتخابات ریاست جمهوری بسیار گسترده بود. هرچند مشکلات در سال 2009 وجود داشت، مخصوصا رای نیابتی که از آدرس زنان استعمال شد در بعضی ولایات که ناامن بود مشکلات وجود داشت، اما در سال جاری یا در انتخابات دور اول که به دور دو فعلا ما شاهدش هستیم، حضور زنان، صفهای طولانیشان، نظم و ترتیبی که اینا به انتخابات بخشیدن بسیار جالب بود و فکر میکنم تا حد زیاد نشان داد که زنان افغانستان تنها دیگر مشترکین قدرت نیستند، بلکه کسایی هستند که شرکای قابل اعتماد سیاست هم میتونن باشند. بله، ممنون و تشکر از حضورتان خانم کوفی، از تحلیلی که در قبال اهمیت رأی زنان در دور دوم انتخابات برای بیننده ارائه دادید. موفق باشین. تشکر.